خانم تقوی جان، اینم دختر دست و گل من. دارید میبینید دیگه، یکی یه دونه است و لای پر گو بزرگ شده. نه دست به سیاه و سفید زده، نه غذایی بلده درست کنه. همین اول کاری بگم، بعدا گلایه‌ای نباشه. باید براش کارگر بگیری. چشم، حتما، نگران نباشی. واسه مهریه هم طبق رسم و رسوم به اندازه سال تولد دخترم به میلادی سکه مهرش میکنم. خونه هم حتما قبل از ازدواجشون یه خونه بزرگ بخرن که اول زندگی اجاره نشین نباشن. میمونه عروسی که اونم تو مجلل ترین تالار شهر میگیرین که هیچ حسرتی به دلشون نمونه. واسه ماه سالم به انتخاب خودشون یه کشور اروپایی برن، یه ماهی بگردن و برگردن. این کل شرایط و رسم و رسومای ماه. چه دختر بدیم چه دختر بگیریم، شرایطمون همینه. اینا عروس هم اینجا نشسته شاهده، هیچ فرقی نداره. مگه نه عروس؟ ها؟ خب دیگه شوکت جان، همینجور که خبر داری، امرالله ما دلش پیش منیژه شما گیر کرده. ما هم اومدیم اینجا واسه خواستگاری به نیت دو طفلان مسلمون. طبق رسم و رسوم دو تا سکه مهر دختره. واسه خونم، خونه خودمون هست، دو تا اتاق داره، برن توی اتاقش بگیرن زندگیشون رو کنن. عروسی هم که خرج اضافیه، همین یه مشهد دست جمعی میریم و برمیگردیم و اینا هم برن سر خونه زندگیشون. فقط چیزی که خیلی مهمه اینه که من میخوام عروسم زرنگ و کاری باشه. تمام کاروبار زندگی با عروسه، تنبل بازی و بخور و بخواب نده. حالا اگه با این شرایط موافقین که مبارک. آهای عروس، با تو هم؟ بله. میگم مگه نه؟ بله بله، اصلا فرق نمیذارم. بفرمایید. پس مبارکه.